دوستان عزیزم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پویوت آکادمی در خدمتتونم و در ادامه مباحث فتوشاپ میخوایم برگردیم سراغ این نرم افزار قدرتمند و چند تا از دروسی که باید آموزش داده میشد رو در ارتباط با بخش 3D، چون وارد مبحث d نشده بودیم برگردیم سویچ کنیم روی فتوشاپ و این موارد رو با هم کار کنیم اما مهمترین عاملی که ممکن شما را اذیت کنه در استفاده کردن از بخش 3D فتوشاپ آپدیت نبودن کارت گرافیکتونه خیلی از دوستان در برخی از دستورها یا چند تا از موردهای بخش فیلتر فوتوشاپ تو قسمت های مثل مثلا رندر دوچار مشکلاتی بودن مثلا فیلتر های رندر براشون فعال نبود دلیل عمده و اصلیش آپدیت نبودن کارت گرافیکتونه. خب کاری که اول باید بکنیم اینه که مطمئن باشید آخرین ورژن کارت گرافیکتون رو دارید یعنی درایور کارت گرافیکتون آپدیت شده است این کار رو که انجام دادید باید بریم سراغ بخش پریفرنسز uh, فتوشاپ که اگر دکمه کنترل کی روی کیبورد رو بزنید وارد این بخش میشید اگر هم نه این اتفاق نیفتاد میتونید برین سراغ ادیت گزینه پریفرنسز ابتدا جنرال رو من میزنم هم کنترل کی رو بزنیم همین کار رو انجام میده بعد میام سراغ گزینه پرفورمنس اینجا که میبینید باید حتما بخش یوز گرافیک پروسسر براتون تیک داشته باشه اگر هم تیک داشت و خاکستری بود نمیتونستید تغییری اعمال کنید مثلا تیک داشت و نمیتونستید تغییری اعمال کنید هیچ اشکالی نداره خب برای براتون تیک زیاده و مشکلی وجود نداره فقط میرین سراغ ادوانس setting و گزینه drawing مود رو, رو روی ادوانس بذارید سه تا گزینه هم که اینجا میرید رو باید تیک بزنید من الان کنسل میکنم شما اگر تیک نداشت تیک بزنید دکمه اوکی رو بزنید و تغییرات رو اعمال کنید اگر هم دیدید تیک نداره و غیر فعالم هست یکی از دلایل مهمش همون آپدیت نبودن درایور کارت گرافیک کامپیوترتونه خب این مواردی که انجام دادید میتونیم بریم سراغ بخش 3D مون و آپشن های اینجا رو هم در نظر بگیرید که حتما آلو Direct تو اسکرین براتون تیک بخوره و شادو کوالیتی رو هم اگر امکانش هست و کامپیوترتون جوابگوی مر... روی مورد های بذارید خب در بخش 3D فتوشاپ هر چقدر که کارت گرافیک قوی تری داشته باشید رم بیشتری داشته باشید از هارت های SSD استفاده کنید یا اینکه سی پی تون سی قوی باشه خب مطمئنا جواب بهتری میگیرید سریعتر کار براتون انجام میشه و یه جایی هم براتون مشکل به وجود نمیاره و مدام دوچار درد سر و ارور نمیشید خب من این مورد رو کنسلش میکنم چون تنظیمات رو درست دارم و تغییرش روش نمیخوام اعمال کنم برای شروع کار و ایجاد یک بخش 3D در فتوشاپ شما حتما باید برید سراغ منوی فتوشاپ در گزینه 3D روی گزینه New 3D uh, Extrusion from Selected Layer با این اسم طولانی که داره کلیک کنیم اتفاقی که میفته یه پیغام برای من به نمایش تر میاد و ازم درخواست میکنه که اگر امکانش هست سویچ کنیم به ورکسپیس 3D من دکمه یس yes رو میزنم که تنظیمات بخش 3D به طور کامل برای من به نمایش در بیاد دوستان عزیز فقط ورکسپیس 3D برای من به نمایش در اومده من میتونم این ورکسپیس رو هر وقت بخوام تغییر بدم چون اگر مثلا این فایل رو ببندمش و یک فایل جدید وارد کار کنم یا اصلا یک مورد جدید رو اجازه بدیم من درگ کنم بیارم بندازم اینجا مثلا این تصویر رو درگ کنم بیارم بندازم داخل کار میبینید با اینکه من میخوام روی قسمت های دو بعدی کار کنم مثلا کار تریدی انجام ندم ولی ورک اسپیس من حالت تریدی داره باید ورک اسپیس رو تغییر بدم برای کارهای غیر از کار تریدی که آپشن های ورک اسپیس تریدی از بین بره دیگه این مورد ها رو در درس های ابتدایی فتوشاپ در درس های تا صد فتوشاپ در کانال یوتیوب پورت آکادمی بهتون آموزش دادم خب اگر بیایم سراغ ویندو بریم روی بخش ورک اسپیسز بیایم گزین مثلا اسنشیال رو بزنیم یا گزینی مثلا گرافیک وب و موارد دیگه رو بزنیم مثلا 3D خارج میشیم یعنی بخش پراپرتیز یا بخش لایه بندی مون گزینهایی هایی که اینجا میبینید همه تغییر حالت میدن برمیگردم همون حالتی که روی عکس های دو بعدی کار میکردیم البته من بالا سمت راست این قسمت هم ورک Space هم رو میتونم تغییر بدم روی این فلش کلیک کنم میتونم مثلا مورد اسنشیال رو انتخابش کنم و از ورک اسپیس استفاده کنم بیایم اینجا دوباره من میتونم سویچ کنم اینجا رو هم میتونم از حالت اسنشال بیارم بذارم روی 3D مثلا میخوایم روی این عکس مونومری کار 3D استفاده کنیم تمام آپشن های 3D در ورک اسپیسش وجود داره میتونیم حالا هاشون کار کنیم خب اگر یه نگاه کلی به کارمون و به تصویرمون بندازیم میتونیم ببینیم که چند تا پنجره مختلف رو اینجا داریم اولا که محیط بیرون از عکسی که داریم به صورت یک حالت شبکه‌ای شکل گرفته که داره عمق تصویر رو ما نشون میده در اصل و اگر بیایم و به شکلمون به اون عکسمون یک شکل و یک حالت 3D بدیم بهتر اون پشت زمینه که این اطراف هستش رو خواهیم دید یه مورد هم اینجا هستش پنجره دیگه ای رو اینجا میبینید که میتونیم بیایم و تغییرات زوایای دیدمون رو هم اینجا کنترل کنیم بعدا در ارتباط با این موارد باهاتون صحبت میکنم یه گزینه این بالا داریم اگر من زوم کنم ببینید این قسمت بالایی رو که دارین میبینید باهاش میتونم نحوه نور پردازی رو مشخص کنم در بخش 3D لایه های 3D مون رو میتونیم ببینیم یه محیط جدیدیه و اگر روی گزینه موف تول باشیم میتونیم در بالا در قسمت آپشن بار موو تول گزینه های تریدی مود رو هم ببینیم که میتونیم باشون کارو بچرخونیم عمق بدیم بالا پایین کنیم تصویر کوچیک و بزرگ کنیم مواردی که البته در ارتباط با همه این گزینه ها باهاتون صحبت خواهم کرد یه موردی رو من فقط بهتون بگم اگر بریم سراغ گزینه 3D بخش نو مش فرام لیر میتونیم یک سری گزینه ها رو اینجا داشته باشیم هر کدوم از این موارد رو کلیک کنم یک استایل خاص رو به کارم و به عکسم میدم عکسم در انتخاب شده است و میام مثلا گزینه پیرامید رو انتخاب میکنم روش کلیک میکنم اتفاقی که میفته چیه یه موقع باید بهش زمان بدیم که کار رو برای ما انجام بده میبینید تصویر رو به صورت یک پیرامید به صورت یک هرم به وجود میاره برای ما که بعدا میتونیم این کار رو بچرخونیم با درگ کردن و اطراف کار رو هم ببینیم ما یه طرف این هرم رو با این عکس پوشوندیم جای دیگر رو همیشه با تصاویر دیگه پر کرد بنابراین یکی از ازلا یکی از بخش های هرم رو با این تصویرمون ما الان پوشش دادیم یه کنترل Alt Z بزنم برگردیم چند تا بزنیم برگردیم حال همون معمول یه دونه دیگه برگردم به تصویر اصلی و البته در این پنجره بالایی کار رو از بالا داشتیم میدیدیم من Uh, یه لحظه فراموش کردم بهتون بگم اجازه بدین کنترل زد بزنم و به هرممون از ناحیه بالایی دارم کار رو میبینم و مختصات رو میتونم به طور کامل تغییر بدم uh, در ارتباط با این گزینه و این پنل بعدا با باهاتون بیشتر صحبت خواهم کرد چند تا کنترل زد میزنم برگردیم به اون تصویر اصلی که میخواستیم ازش استفاده کنیم خب یه بار دیگه بریم به بخش 3D مون در منوی فتوشاپ بریم گزینه نیو مش فرام لیر رو انتخاب کنیم در قسمت مش پریست Uh, یه مورد دیگر رو انتخاب کنیم مثلا میتونیم کیوب انتخاب کنیم یا همون پیرامید رو انتخاب کنیم از همه جذابتر به نظرم اجازه بدید دوباره شکل بگیره برای ما خب بهتون گفتم در uh, پنجره ویوی که این قسمت میبینیم بالا سمت چپ نمای کارمون رو میتونیم ببینیم الان از بالا داره نشون میده کار رو به ما اگر روی آیکونی که این بالا هست View ویو کلیک کنم میتونم گزینه‌های دیگر هم انتخاب کنم که مثلا از پایین کار رو به ما نشون بده یا بیاد از بالا دوباره کار رو به ما نشون بده یه بار بریم برگردیم روی این موارد زاویه دید بهتری رو از بالا به ما نشون میده خیلی نزدیکتر شد این کار دیگه اینقدر دور نیست و میتونیم زاویه دید و موارد دیگر رو هم اینجا انتخاب کنیم و تغییر حالت بدیم یه درخواستی که ازتون دارم دوستان عزیز سعی کنین مواردی که اینجا هستن رو خیلی تغییرشون ندید بی دلیل تغییر ندید مثلا اگر بیاید این پنجره رو کلوز ویو رو بزنید خیلی سخت میتونید برین دوباره این موارد رو پیدا کنید حالا این مورد رو من بهتون یاد میدم اگر خواستید دوباره این پنجره رو ببینید میتونید برید سراغ گزینه ویو بیایم پایین در قسمت شو و گزینه تریدی d ویو رو دوباره بر روش کلیک کنه ببینید چقدر تو در تو خیلی سخت پیدا میشه یعنی اگر من این مورد رو بهتون نمیگفتم واقعا عمرا نمیتونستین پیداش کنین خیلی سخته پس سعی کنید موارد مختلفی که اینجا هستن رو مثلا اگر دکمه کلوس یا موارد این چینی دارن رو نزنید سعی کنید بذارید بمونن که بعدا بتونید دوباره برگردید ازشون استفاده کنید خب بریم با موارد دیگه آشنا بشیم اگر من روی این گزینه ی آیکونی که این بالا بود کلیک کنم میتونم نوردهی رو تغییر بدم اگر من شروع کنم به درگ کردن شما در این بالا توی این قسمت پیرامیدی که میبینید در تغییر سایه رو میبینید سایه پیرامید روی صفحه هم داره برای من شکل میگیره شاید اگر میرفتم موارد دیگر رو انتخاب میکردم مثلا جسم مخروطی رو انتخاب میکردم حالت سایه دادن رو بهتر متوجه می شود. این الان این قسمت نور داریم اون قسمت بالا سایه که این حالت رو میتونید خودتون درگ کنید و بهتر متوجه کار خواهید شد اجازه بدین ما بیایم و یه حالت دیگر رو تغییر بدیم من یه لحظه ویدیو رو پاز کنم برگردیم و همون تصویر قبلی خب بریم سراغ بخش تریدی d مجددا گزینه نومش فرام لیر و گزینه کان رو انتخابش کنیم یه حالت مخروطی شکل به کارمون بده به این شکل حالا اگر من به چرخونمش هم میبینید حالت مخروطی داره کارمون و میتونیم من ازش استفاده کنیم از زاویه بالا میبینید چقدر ریز دارم میبینمش یه تغییر حالت بدیم مثلا از سمت راست ببینیم یا اینکه دوباره برگردیم از تاپ میبینید کار رو این قسمت حالا من میتونم دوباره برم این بخش اینفینایت رو انتخابش کنم اینفینیت یا اینفینایت رو انتخابش کنم و شروع کنم به نور یعنی در قسمت بالا هم داره سایه و نور رو مسیر رو من نشون میده که از کجا داره تابش نور شک میگیره کجای کار داریم سایه رو میبینیم خب یه موردی رو من بهتون بگم دوستان عزیز اگر من مواردی رو میگم که مثلا این آیکون خیلی آیکون کوچولوی این قسمت سخت ممکنه ببینیدش دلیلش اینه که شما وقتی دارین ویدیو رو نگاه میکنید در کانال یوتیوب پرس آکادمی از کیفیت 1080 استفاده نمیکنید ویدیو با حالت فول دارن ریکورد میشن و آپلود میشن در یوتیوب پس شما هم لطفا در پایین همین ویدیو یه چرخنده کوچولو میبینید روش کلیک کنید و ویدیو تون رو روی ده هشتاد که به حالت فول کار رو ببینید و سعی کنید تصویر رو هم فول سکرین کنید که کل مونیتورتون رو بپوشونه و بتونید به همین وضوحی که من میبینم شما هم کار رو با دقت ببینید خب من تا اینجای کار رو بهتون توضیح دادم دوستان عزیزم یه بخش دیگر رو هم بهتون توضیح میدم در ارتباط با همین مسئله تریدی و این درس رو پایان میرسونیم در ارتباط بخش مختلف تریدی تنظیماتشون و موارد دیگه در ویدیوهای آینده صحبت میکنم چیزی رو هم سعی میکنم از قلم نندازم و حتی بعدا میریم یه پروژه هم اجرا میکنیم در بخش 3D مون که بهتر متوجه کار بشید پس راجع به همه چی صحبت خواهم کرد اما مورد آخری که باید بهتون بگم اینه که ما تغییراتی که به وجود آوردیم مثلا این مخروطی شکلی که شکل گرفت یا هرمی که به وجود آوردن موارد دیگه اتفاقی که میفته تغییرات روی لایه قرار میگیره که ما انتخابش کردیم یعنی فقط مربوط به اون تصویر نمیشه خب با فتوشاپ آشنایی دارین در سه سفت و فتوشاپ رو هم اگر دنبال کرده باشید میدونید در بخش لیرز ما میتونیم کلی لایه داشته باشیم و روی اون لایه ها تغییرات اعمال کنیم بخش 3D هم همون کار رو انجام میده لایه انتخابیمون تغییر شکل میده اجازه بدید من برم یک فایل نیو ایجاد کنم یک نیوی جدید دکمه کرییت رو بزنم اینجا میتونم یه بک‌گراند دیگه هم مشخص کنم اما بذاریم من دکمه کرییت رو بزنم همین رنگ و همین حالت برای من باقی مونه روی ورک اسپیس 3D هستیم شما روی ورک اسپیس 3 باقی بمونید Uh, میخوام بهتون بگم تغییرات روی لایه ها شکل میگیره من میام همین لایه رو اگر انتخاب کرده باشم بیام به تب 3D میتونم در همین پایین هم بیام یه گزینه مش به وجود بیارم مش from preset و این مواردی که اینجا بودن رو انتخاب کنم من اومدم در قسمت 3D در بخش گذشته نو مش from رو اینجا انتخاب کردم براتون در بخش 3D در کنار پنل لایرز همین موارد رو میتونیم اجرا کنیم اگر روی حالات 3D هستید این روی مش و در کادری که باز میشه یه گزینه رو انتخاب کنید مثلا اگه اسفیر رو انتخاب کنم بعد دکمه کرییت رو بزنم کل کار رو برای من یک اسفیر میکنه و دیگه بکراندی نداشتم چون لایه بکراندم رو من اومدم تغییرات دادم و تبدیلش کردم به یه کره بنابراین پشت زمینه کار دیگه بکراندی وجود نداره و به حالت ترانسپرنت هستیم یه کنترل زد بزنم تصویر رو برگردونم به همون حالت سابق میتونم یه لایه جدید اینجا به وجود بیارم میرم به بخش لیرز یه لایه جدید به وجود میارم یه رنگم میتونم به کارم بدم مثلا بیام فورگراندم رو رنگ بنفش انتخاب کنم و اگر دکمه های Alt و Backspace رو بزنم این لایه برای من یه رنگ میگیره در درس های فوتوشاپ ها این موارد آشنا شدیم پس لایمون رنگ گرفت و حالا این لایه رو انتخاب میکنم باکراند رو انتخاب نمیکنم دقت کردین وقتی باکراند انتخاب شده بود و من اسفیر رو زدم و یک کره در اصل به وجود آوردم اون کره ای که شک گرفت بکگراندش ترانسپرنت شد چون دیگه بعد قبل بکگراند ما لایه ای نداشتیم حالا که یه لایه بکگراند سفید داریم اگر من بیام یه لایه رنگی بالاش ایجاد کنم و انتخابش کنم بعد بیام به بخش 3D همین گزینه اسفیر رو بخوام با زدن دکمه کرییت تولید کنم بکگراندم سفیده و من الان یه کره بنفش دارم به خاطر اینکه در بخش لایرز background اینجا دیگه داریم دیگه بکگراندمون ترنسپرنت نیست اگر background رو غیر فعالش کنم باز هم همون حالت ترنسپرنت رو اینجا به وجود میاد و برامون شکل میگیره بهتونم گفتم حالا میتونید نور رو تغییر بدین از اینکه چه زاویه سایه یا نور داشته باشیم هم در بخش 3D مون در بخش ویو میبینیمش هم در بخش 3D کارمون اینجا مشاهده خواهید کرد که میتونیم به اشکال مختلف نور و سایه به وجود بیاریم این درس رو همین جای پایان میرسونم دوستان عزیزم در درس های بعدی میریم سراغ موارد دیگه تریدی روشون کار میکنیم و بهتون آموزش میدم که چه بخش رو میتونید داشته باشید تنظیمات مختلف گزینه های تریدی رو با هم کار میکنیم همه چی رو بهتون یاد میدم نگر نباشید و سعی میکنم چیزی از قلم نیفته مرسی دوستان عزیزم از همراهی تو با کانال یوتیوب پویت آکادمی Uh, ممنونم که ما رو دنبال میکنید ویدیو رو میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید دوستان عزیزم اگر در کانال سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید خیلی مهمه که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید در های آینده همراه شما خواهم بود موفق باشید